سلام، خیلی خوش اومدید به کانال داوینچی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام که راندوی خطی رو بهتون یاد بدم که چجوری انجامش بدید. راندوی خطی معمولا دو نوع انجام میشه که نمونه هاشو براتون اینجا رو تو صفحه میذارم ببینید. مورد اول اینه که شما وقتی بناتون رو ترسیم کردین، هر جداره رو، هر دیواره و هر سطحی که دارید رو سعی میکنید که یه بافتی بهش بدید و هر سطحی اینجوری بافت پیدا میکنه و کارتون راندو میشه بدون اینکه از رنگ استفاده کنید. مورد دومش اینه که با از خطای ساده استفاده میکنید و صرفا فقط هاشور میزنید. راندویی که نیاز به ابزار خیلی خاصی نداره، شما میتونید از راپیدای یه بار مصرف معمولی استفاده کنید یا حتی از خودکار استفاده کنید، از روان نویس استفاده کنید و میتونید خط بکشید. اگه میخواد خیلی خطاتون صاف و تر و تمیز بشه، توی اون روش دوم که گفتم خطای هاشور مانند رو کنار هم چیدن، حتی میتونید از تیرول یا همون خطکش موازی کش استفاده کنید که اینه که خیلی راحته. وقتی میذاریش رو کار، خودش هر چقدر که حرکتش میدین موازی به سمت جلو یا عقب حرکت میکنه توی اون زاویه‌ای که دارید، یعنی تغییرش نمیده. فقط اگر خواستید تیرول یا خطکش موازیکش تهیه کنید، حتما حواستون باشه که جایی که دارید میخرید تستش کنید، روی میزی چیزی حتما اجازه بگیرید که تست کنید حتما، چون این قسمت معمولا تو جنسای بیکیفیت خیلی مشکل داره. سعی کنید اون جنسی رو انتخاب کنید که روون باشه غلطکش و برآمدگی نداشته باشه، چون موازی حرکت نمی کنن اونا. خب من توی این کاری که دارم میخوام از روش اول استفاده کنم، یعنی بافت بدم. نه خیلی بافت عجیب غریب، نهایتا دو یا سه تا بافت به کارم میدم و از روش دوم هم بعضی جاها استفاده میکنم که یه چیزی حالت سایه براش به وجود بیارم. بریم رو اون دوربین که بهتون نشون بدم. البته این پرسپکتیو ایزومتریکه، برای همین یه خورده شکلش فرق میکنه. خب از خودکار استفاده میکنم، من خودکار مشکی که ببینیم چجوری میشه کار. من یه سری قسمت ها رو میخوام طرح چوب بزنم. طرح چوب خیلی ساده، خطای عمودی برای این قسمت، برای این که حالت تراس داره، خطای عمودی میکشم که یه حالت بافت چوب رو بهش بدم. خب اینو من کامل با دست کشیدم، سطح زیرش هم کشیدم. حالا بعدی رو میرم که با خطکش بکشم. کدومش رو؟ مثلا اینو من با خطکش میکشم. از این گوشه شروع کنیم که همیشه، حالا این که خودکار خیلی پخش نمیشه، ولی اگر از راپید استفاده میکنین همیشه از یه جهت. اگر از عمودی، اگه عمودی، خطای عمودی میخواییم بکشین، تمام خطای عمودیتون از بالا به پایین یا پایین به بالا، هر جور که راحتین تو یه جهت بکشین، تکمیلش کنید یا چپ به راست فرق نمیکنه، از یه جهت بکشید که خطکشتون با حرکت شوهر رو پخش نکنه. خب من اینو با دست کشیدم، اینم با خطکش کشیدم. بستگی به سلیقه داره دیگه، یکی کاری که بدون خطکش بوده دوست داره، یکی اونی که با خطکش. من اینا رو بعدا تکمیل میکنم، برم یه بافت کناریشم بزنم، یه بافت بتون اکسپوز برای این سطحای بزرگ میخوام بزنم. حالا شما میتونید هر چی که دوست داشتین انتخاب کنید. مثلا من این پایینی رو چوب نمیزنم، سنگ یا آجر کار میکنم. شما میتونید هر متریالی که دوست دارید استفاده کنید. حتما هم لازم نیست که یه متریالی باشه، یه نشانه ای از متریالی باشه که خیلی واضح باشه. شما میتونید حتی دایره‌های خط خطی کنید، خیلی به اون صورت مهم نیستش که یه چیز شناخته شده باشه. میتونید حتی خودتون بافتتون، بافت مخصوص به خودتون رو درست کنید.
خب ما این طرح بتون اکسپوزم زدیم، اینجا نقطه هاش هم گذاشتیم، اینجا ها که شیشه میشه این قسمت ها، اینجا را می طرح سنگ میزنیم. خب من اینو همه رو تکمیل کردم، بافت سنگ اینو زدم، بافت چوب رو تکمیل کردم، بافت اکسپوز هم تکمیل شد. این خطای عمودی اینا شیشه و پنجره هاست دیگه. برای شیشه ها میتونیم از خطای مبرب کج استفاده کنیم، تقریبا 45 درجه هاشور میزنیم. این از شیشه ها، حتی میتونیم از رنگ هم بعضی جا استفاده کنیم که کاری خود جذاب تر بشه، مثلا برای همین شیشه ها یا یه قسمت های از آسمون. برای سایه ها میتونیم از همین حالت هاشور زدن استفاده کنیم. اگر میخوام این قسمت رو سایه بزنم، یه هاشور میتونم خلاف جهت یا تو همین جهت با تراکم بیشتر بزنم که تیره تر بشه. مثلا برای زیر این سطح ها که 100% سایه میخواد، من شروع میکنم خطای مبرب میزنم. سایه ها رو زدیم، الان چیزایی که باقی میمونه خط آسمانه و اینکه آیا میخوایم یه رنگی اضافه بکنیم یا نه. خط آسمان توی این راندو خیلی ساده است، شما فقط میتونید با گذاشتن چند تا پرنده توی آسمون نشون بدید که این قسمت یه آسمونه. میتونه به عنوان خط آسمان باشه که نشون بده این قسمت آسمونه، یا میتونی مثلا چند تا خط شکسته بزنیم، حالا این ممکنه باشه یا نباشه، ولی هر دوتا با هم سعی کنید که نذارید. این کاری که کردیم قسمت بالا و پایینش رو با خطکش میتونیم پاشور بزنیم. حالا اگه دوست داشته باشید میتونید مثلا یه رنگی که بدن جیغ باشه استفاده کنید، مثلا نارنجی اینجا دارم برای پنجره ها استفاده میکنم، کامل نمیزنم همه جاشو.
خب امیدوارم که به دردتون خورده باشه و براتون مفید باشه. لطفا کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو بزنید، لایک و کامنت هم فراموشتون نشه.